فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات اجر و ثواب گریه کردن بر حسین رضی الله عنه از دیدگاه آخوند رافضی. اینی که میگه یبن شبیب پسر شبیب اشک بر ابا عبدالله گناهان رو میشوید، اشک بر ابا عبدالله گناهان رو میشوید، این پالایشه، این زدودنه. این توصیه اول. توصیه دوم فرمود پسر شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین، هر مصیبتی تو زندگیت بود برای امام حسین گریه کن. داغ اولاد دیدی، داغ پدر دیدی، داغ مادر دیدی، داغ برادر دیدی. شما دیدید تو روضه های خود ائمه امام ما فورا بریم سراغ کربلا. اینو امام رضا یاد داده، ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین، هر مصیبتی داشتید وصلش کنید به مصیبت ابا عبدالله که اعظم مصائب است. هر مصیبتی داشتید وصلش کنید به مصیبت ابا عبدالله که اعظم مصائب است، که اعظم مصائب است. الله متعال درباره مصیبت ها و مشکلاتی که به انسان میرسد و وظیفه انسان مسلمان در برابر این آزمایش بیل ترس، گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود ثمرات می آزماییم و مژده بده صابران را. آن کسانی که چون مصیبتی به آنها برسد میگویند ما از آن الله هستیم و به سوی او باز میگردیم، آنان درود و رحمت الله شامل حالشان است و ایشانند هدایت شوندگان. اما این آخوند رافضی و همکیشانش با ذکر این روایت دروغین و امثالش که آن را به دروغ به امام رضا رحمه الله نسبت می‌دهند و می‌خواهند مردم را از عقیده راستین توحید و صبر و استعانت به الله متعال و دعا و توبه بازدارند و به روزه‌خوانی تشویق نمایند که هیچ اصل و اساسی در دین اسلام ندارد. اگر این عزاداری‌ها و روزه‌خوانی‌ها جواز می‌داشت، پس چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال‌های بعد از وفات فرزندش ابراهیم علیه السلام و یا شهادت عمویش حمزه رضی الله عنه آن را انجام نداد؟ و چرا آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سالهای بعد از وفات ایشان چنین مجالس عزاداری را برپا نکردند؟ و یا چرا زینب بنت علی رضی الله عنها و بنی هاشم سالهای بعد از شهادت امام حسین رضی الله عنه چنین عملی را انجام ندادند؟ آیا مصیبت امام حسین رضی الله عنه برای امت سنگین تر بود یا مصیبت وفات پیامبر امت صلی الله علیه و آله و سلم؟ در نهج البلاغه خطبه 235 و مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 445 روایت شده است که امام علی رضی الله عنه به هنگام غسل دادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلا والكمد محالفا وقلا لك. اگر به شکیبایی امر نمی کردی و از بیتابی نهی نمی فرمودی، انقدر عشق می ریختم تا عشقهایم تمام شود و این درد جانکاه همیشه در من می ماند. هنگامی که امام علی رضی الله عنه درباره بزرگترین مصیبت امت چنین می فرماید، پس در مصیبت‌های کوچکتر امر واضح و آشکار است. و یا شما احساس می‌کنید که دین و دستوراتش را از امیر مؤمنان علی رضی الله عنه بهتر فهمیده اید. اما آنچه سبب پالایش انسان و زدودن گناهان اوست، گریه کردن و اشک ریختن بر گناهان خود انسان و توبه و تلاش برای اعمال نیکوست و نه گریه کردن برای انسان‌های دیگر. اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، الله بدیهایش را به نیکیها تبدیل می کند و الله آمرزنده مهربان است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد، همانا که او به سوی الله باز می گردد.